سلام، یکی از دغدغه‌هایی که بچه‌ها دارم زمانی که میخوام ویدیو کوتاهشون روی یوتیوب منتشر بکنم این هستش که نمیشه براش کاور اختصاصی گذاشت. خب قولش رو داده و تیم یوتیوب که این قابلیت رو اضافه میکنه. الان هم این قابلیت به اندروید اضافه شده که الان توی این ویدیو میخوام براتون توضیح بدم. ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. اسپانسر این برنامه رسپینو هست. رسپینو بزرگترین و معتبرترین شرکت ارائه دهنده پهنای باند اختصاصی برای شرکت‌ها و اشخاص به ویژه استریمرها و یوتیوبرها است. رسپینو با داشتن بیش از 460 وبسایت تو سراسر کشور بهترین پوشش رادیویی رو داره و با مانیتورینگ 24 ساعته که انجام میدن میتونن خدمات پس از فروش خیلی خوبی در اختیارتون قرار بدن. اگر دنبال اینترنتی هستید که سرعت دانلود خیلی خوبی داشته باشه و آپلود بسیار پرسرعت و پایداری در اختیارتون قرار بده، برای فعالیت کردن روی یوتیوب یا استریم کردن توی توییچ بهتون پیشنهاد میکنم از سرویس پوینت تو پوینت رسپینو استفاده کنید که لینکش رو این زیر براتون قرار میدم. خب بریم سراغ بحثمون و اینکه این قضیه چی هست و چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. این تکنیکی که الان میخوام بهتون آموزش بدم یه تکنیکی که قدیما زیاد استفاده میکردیم، من تا الان باز دوباره میشه ازش استفاده کرد تا اینکه بعداً یوتیوب این قابلیت رو به ما بده که بتونیم عکس آپلود بکنیم و به عنوان کار استفاده بکنیم. الان به این شکل نیستش که الان براتون توضیح میدم چجوری میتونید این کار رو انجام بدید. خب من مجبورم از روی گوشی موبایل بهتون نشون بدم. اجازه بدید که روی گوشی موبایل من اپ یوتیوب رو باز بکنم. شما موقعی که اپ یوتیوب رو باز بکنید اون پایین یه علامت به علاوه است که اگر روش بزنید گزینه کرییت شورت وجود داره، اون گزینه اول هست که اگر روش بزنیم میتونیم شورت ضبط بکنیم. الان من میتونم از خودم فیلم بگیرم و به عنوان ویدیو شورت استفاده بکنم یا اینکه ویدیوم رو ایمپورت بکنم که اون سمت چپ پایین، خب من قبلا ضبط کردم ویدیوم رو آماده، میتونم رو اون گزینه بزنم و یکی از ویدیوهایی که قبلا ضبط کرده بودم اینجا اضافه بکنم. خب من این رو میزنم، یعنی همین ویدیو رو میخوام و این رو پروسسش میکنه برای من. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم حالا میتونم ریتاچش بکنم، حالا کاری روش انجام بدم، بهش موزیک اضافه بکنم 15 ثانیه، حالا هر چیزی که الان 60 ثانیه هم البته میشه اضافه کرد جزو قابلیت‌های جدیدی که میتونیم داشته باشیم. و بعد از اینکه این کار رو انجام دادید دکمه اوکی رو که بزنید میرید توی قسمت بعدی که فقط چک میکنید که همه چی اوکی باشه، بتونید متن بهش اضافه کنید، فیلتر روش بزنید. من باز گزینه نکست رو که بزنم برم تو صفحه دیتیل، اینجا اون قابلیتی هستش که اضافه شده. ببینید روی اون بالا کاور یه علامت مداد اومده، اگر من اون بالا سمت چپ روی اون مداد بزنم میتونم یه فریم از فیلمم رو انتخاب بکنم به عنوان کاور همین ویدیوی کوتاه استفاده میشه. خب این خیلی بهتر از حالت قبل هستش که به شکل اتوماتیک خودش یه فریم از ویدیو رو انتخاب میکرد. متاسفانه ویدیوهای قدیمیتون رو نمیتونید باز بکنید و کاور براش انتخاب بکنید، حداقل من نتونستم، ولی به این شکل میتونید که یه فریم از ویدیو رو انتخاب بکنید که بشه کاورتون. حالا الان میریم تو پریمیر، من بهتون یاد میدم چجوری ویدیو رو ببریم تو پریمیر. عکس مورد نظر اونو میذاریم فریم اول ویدیو و بعد میاریمش داخل گوشی و اینجا انتخاب میکنیم همون چیزی میشه که شما انتظارش رو دارید. خب من یه پروژه ساختم روی دسکتاپم داخل پریمیر و الان اون ویدیو رو ایمپورتش میکنم، میگیرم میندازمش اینجا، همین ویدیویی که الان نشونتون دادم میندازمش اینجا. کاورش هم آماده درست کردم، کاورش هم همینی هستش که نشونتون میدم. این کاور درست کردم، کاور اختصاصی برای ویدیوی کوتاه که میخوام روی ویدیوم استفاده بکنم. خب اولین کاری که باید بکنید اینه که برید تو قسمت فایل نیو و یه سیکونس جدید بسازید. توی قسمت سیکونس شما باید اینجا برید تو قسمت سیتینگ و این رو بذارید روی کاستم. حالا ویدیوتون رو یا به شکل NTSC ضبط میکنید یا پال ضبط میکنید. NTSC 29.97 فریمه، پال 25 فریمه. من ویدیومو پال ضبط میکنم ولی شما به احتمال زیاد به شکل پیش‌فرض روی 29.97 باشه که رو همین نگهش میدید، یعنی یکی از این دوتا رو باید انتخاب بکنید. من چون همه ویدیوم 25 فریمه روی 25 میذارمش و اینجا فریم سایز رو توی این قسمت اول 1080 میزنم، توی این قسمت دوم میزنم 1920، یعنی به جای اینکه 1920 در 1080 باشه 1080 در 1920، چون میخوام قدی بشه. بقیه چیزاش هم دیگه دست نمیزنم، همین جوری که هست میخوام باشه. خب من اگر این کار رو انجام بدم و دکمه اوکی رو بزنم ببینید تایملاین من به شکل قدی ایجاد میشه. حالا ویدیوم رو میگیرم میندازم توی این تایملاینی که الان ساختم به این شکل. از من میپرسه که سایز ویدیوی شما با تایملاینت نمیخونه. دلیلش اینه که گوشی من S8ه، گوشی S8 سایزش به شکل 18:9 نه 16:9، به خاطر همین نمیخونه. من میگم دست به تایملاین من نزن، همینی که هست رو نگه دار. ویدیو رو اگر انتخاب بکنم یه خورده مثلا امکان داره مجبور بشم از چپ و راست بکشمش که دقیقا توی فریم جا بشه برای من، برای شما احتمالا اصلا این اتفاق نمیفته. خب این ویدیو رو الان من دارم، یه ذره میارم جلو
این یکی کاوری که درست کردن تو فتوشاپ رو میارم میذارم اینجا، یه خورده زوم میکنم روی این کاوری که درست کردم. خب اینجا میرم اول ویدیو با فلش سمت راست، دو تا فلش سمت راست میزنم که به اندازه دو فریم بیام جلو. همون دو فریم کفایت میکنه، بیشترم نیاز ندارم که داشته باشم. بازم زوم بکنید که ببخشید بازم زوم بکنید روی این قسمت که دقیقا به اندازه همون دو فریم بیاید جلو. یک الا دو فریم کفایت میکنه، یعنی اینجا میارید اول با فلش سمت راست 1-2 به اندازه دوتا بیاد جلو، بعد بقیه ویدیو رو میارید میچسبونید به این چیزی که دارید. یعنی اول که ویدیو شروع میشه یه همچین چیزی میبینید و بعد از اون شما بقیه ویدیو رو میبینید و کار ادیتتون رو انجام میدید. حالا من میخوام اجازه بدید که اینجا شما مثلا یه کات بزنم چون این تیکه جلوش رو نیاز ندارم. خب و آخرش هم مثلا یه تیکه کوچولو شما من جدا میکنم چون صحبتم تموم شده. خب این شد ویدیوی من و دو فریم اولش فقط این عکسه. حالا این رو من خروجی میگیرم و فایلش رو دوباره میبرم تو گوشی موبایلم که بتونم ایمپورتش بکنم. اجازه بدید این رو من خروجی بگیرم، میرم تو قسمت ویدیو و توی قسمت مور میام و بیتریت رو میزنم روی 10 و این دوتا تیک ماکسیموم رندر کوالیتی و ماکسیموم دپت رو میزنم که البته خب نیازی هم نیستش روی همون دسکتاپ باشه و این رو اکسپورتش میکنم. خب باز دوباره داخل اپ یوتیوب هستم. حالا میخوام اون فیلمی که درست کردم انداختم توی گوشی رو بیارم ازش استفاده کنم. روی علامت به علاوه میزنم که بتونم یه شورت ویدیو آپلود بکنم. روی این گزینه میزنم و از این گزینه سمت چپ پایین فیلمم رو لود میکنم. الان فیلمی که اضافه کردم اینجاست. اگر انتخابش بکنم ببینید یک صحنه اولش رو فقط اگر نگاه بکنید همون کاوره هست. من اینجا گزینه دان رو میزنم که این پروسسش رو برای من انجام بده. بعد از اینکه پروسسش رو انجام داد میریم توی صفحه بعدی که حالا میتونید یه سری کارهای دیگه روی ویدیو تو انجام بدید که خب من چون همه کارامو روی کامپیوتر انجام دادم اینجا کار خاصی نمیخوام. تایید رو میزنم از پایین سمت راست و میاد اینجا باز متن و اینا میتونید روش بنویسید، موزیک بذارید که خب من باز نیاز ندارم. گزینه نکست رو میزنم میرسیم به اون قسمتی که من میتونم کاورم رو انتخاب بکنم. اگر روی اون علامت مداد بالا بزنم ببینید اول ویدیو من میتونم عقب جلو ببرم. تو همون دو فریم اولی که اضافه کردم میتونم کاور دلخواه خودم رو انتخاب بکنم و گزینه دان رو بزنم. اگر الان من این شورت رو آپلود بکنم با همون کاوری که اول ویدیو تو همون دو فریم گذاشتم پابلیش میشه و بقیه ویدیو هم که خب بعدش پخش میشه. از این تکنیک میتونید استفاده کنید که فعلا بتونید برای ویدیو کوتاهی که پابلیش میکنید کاور اختصاصی داشته باشید. احتمالا در آینده یوتیوب بیاد و این قضیه رو درستش بکنه، مثل ویدیو بلند ما بتونیم عکس آپلود بکنیم که لازم نباشه این کار رو انجام بدیم چون کار خیلی بهینه‌ای نیست، ولی فعلا به کارتون میاد که بتونید از این طریق حداقل کاور ویدیوهای کوتاهتون یه خورده از بقیه متمایز بکنید. اگر ویدیو رو دیدید و پسندیدید لایک بزنید. لایک زدن شما باعث میشه ویدیو مقابل دید افراد خیلی زیادی قرار بگیره. جدا از اون اگر دوست دارید محتوای بعدی من رو از دست ندید میتونید توی کانال سابسکرایب بکنید. در آخر این لینک کانال تلگرام من هست، همین ویدیویی که اینجا میذارم لینکش اونجا هم قرار میدم که دم دست بچه‌ها باشه. در آینده اگر ویدیوهای تخصصی تجاری هم داشته باشم کد تخفیف برای خریدش رو داخل کانال تلگرام قرار میدم. امیدوارم به دردتون خورده باشه. منتظر ویدیوهای بعدی از کانال اسکیل وید باشید. فعلا خدا نگهدار همتون باشه.